بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما کاربران عزیز سایت لرن فایلز. علی رضا امراللهی هستم، برنامه نویس پی اچ پی و متخصص در حوزه دیجیتال مارکتینگ. با مجموعه آموزش های دوره گوگل آنالیتیکس در خدمت شما هستیم و قرار استش که توی جلسه اول دوره ای داشته باشیم در مورد مسائلی که قرار مورد بررسی قرار بدیم. در مورد سرفصل های این دوره به طور کلی اگر بخوایم بگیم، مباحثی از نظیر اینکه گوگل آنالیتیکس چی هستش و چطوری کار میکنه و اینکه خب چطوری بتونیم یه اکانت جدید رو کانفیگ بکنیم توی سایت، در مورد تنظیمات اولیه صحبت میکنیم، درک اولیه از گزارش ها، آمار و اعداد و به قول معروف یه گشت و گذار کلی توی گوگل آنالیتیکس خواهیم داشت، از نمودارها و جداول استفاده خواهیم کرد. در مورد سگمنتیشن ها یه چیزی هولوش 3 تا 4 5 جلسه صحبت خواهیم کرد. در مورد فیلترها صحبت میکنیم که یک خصوصیت خیلی مهم هستن توی گوگل آنالیتیکس. در مورد بیهیویرها و گزارش ها و تکنولوژی هایی که برای گزارش گیری برای انواع مختلف دیوایس ها هستش صحبت میکنیم. دیدن ترافیک ها از کانال های مختلف، سورس های مختلف، سوشال نتورک ها و چیزهای از این دست، کاربرد گوگل آنالیتیکس در SEO و نحوه برخوردش با کلمات کلیدی رو مورد بررسی قرار میدیم. در مورد لندینگ پیج ها مفصلا صحبت خواهیم کرد. در مورد عوامل مختلفی که توی بهبود پرفورمنس سایت شما به شما کمک میکنه صحبت میکنیم و عواملی که توی گوگل آنالیتیکس قابل آنالیز هستن در واقع. در مورد گول ها یا هدف ها توضیح میدیم و مفهومش رو برای شما روشن میکنیم با یک مثال عملی، با چند مثال عملی، و در نهایت نتیجه گیری خواهیم کرد از مسائلی که تدریس کردیم. در مورد پیش نیازهای دوره به طور کلی میشه گفتش که بهتر هستش که تسلط نسبی یا حداقل آشنایی با HTML و CSS داشته باشید. طبیعتا کسایی که دارن گوگل آنالیتیکس رو شروع میکنن خب توی سطوح دانش متفاوتی میتونن باشن، اما خب به خاطر اینکه مخصوصا اول برای کانفیگ کردن شاید یه خورده نیاز باشه که من توضیحات تخصصی تر بدم، بهتره که آشنایی نسبی با HTML و CSS وجود داشته باشه. اما اگر این آشنایی رو ندارید خیلی نگران نباشید، ما سعی میکنیم که تمام چیزی که قابل پوشش دادن باشه رو پوشش بدین توی این دوره. در مورد مفاهیم ابتدایی اینترنت و برنامه نویسی، همون اصطلاحات اولیه‌ای که استفاده میشه، سعی بکنید اطلاعاتی کسب کنید، یا اگر هم اطلاعاتی ندارید، اگر من جمله یا عبارت یا اصطلاحی رو گفتم در موردش سعی کنید تحقیق بکنید. و مورد آخر که حالا میشه گفتش که یه خورده باید روش صحبت بکنیم اینه که ما تمام داکیومنتیشن ها و تمام مستنداتی که ارائه میدیم خدمت شما از مستندات زبان اصلی و در واقع خود گوگل هستش، از گوگل ساپورت هستش، بنابراین بهتره که آشنایی مقدماتی با زبان انگلیسی داشته باشید. من خودم یادم نمیاد آخرین بار یک کلمه و مفهوم تخصصی به زبان فارسی سرچ کرده باشم تو گوگل. خیلی خوبه که شما بتونید این آشنایی رو پیدا کنید، شاید اولش هم یه خورده سخت باشه، اما باور کنید که ارزشش رو داره و سعی بکنید که مفاهیم و اصطلاحات رو با زبان اصلی یاد بگیرید. در مورد منابع هم خود گوگل ساپورت منبع اصلی ما هستش. گوگل آنالیتیکس رو باش کار میکنیم، یک سری شماتیک ها و مفاهیم اولیه رو از سایت لیندا آوردیم و داکیومنتیشن هایی که تو طول دوره به شما معرفی میکنیم. نهایتا امیدوارم که دوره خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. مطمئن باشید برای کسایی که چه برای کسایی که به صورت مقدماتی میخوان گوگل آنالیتیکس رو استارت بزنن و چه برای کسایی که به صورت حرفه‌ای دارن گوگل آنالیتیکس رو کار میکنن، ما مفاهیم و توضیحات دقیق و تازه برای ارائه کردن داریم. با ما همراه باشید تو این دوره، امیدوارم که دوره جذابی باشه.